بخش نسا هست و باز هم مهماندار هستیم، امیدوار هستیم شما هم بیننده این بخش باشین. آقای موسی سعید با ما هستن، استاد شرعیات، در رابطه با جنبه های اخلاقی ماه مبارک رمضان صحبت هایی می داشته باشن. قسمی که شما بیننده برنامه بودین، ما و شبانه هم در این ارتباط نظریات خود را با شما شریک ساختیم و اگر می خواهید در ارتباط با جنبه های اخلاقی ماه رمضان بیشتر بدانید، در این بخش با ما همراه باشین. خوش آمدیم، صبح شما بخیر. خیلی باشین، تشکر، سلامت باشین. ما در آغاز احترامات و سلام های خود خدمت شما و خدمت بینندگان گرامیتان تقدیم میکنم، به امیدی ای که همگان از گزند روزگار در امان باشیم و همچنان طاعات و عبادات ما در نزد بارگاه الله متعال مقبول و منظور بگردد. آمین. و می خواهیم در ارتباط به امروز جنبه های اخلاق در ماه مبارک رمضان بیشتر صحبت ها را از شما بشنویم. بسیار خوب، ما در آغاز می خواهیم که این موضوع را ما چرا انتخاب کردم برای از اینکه رویش بحث بکنیم. ببینیم اخلاق در دین اسلام جایگاه خیلی بلندی داره. به طوری که اخلاق ارتباط ناگزستنی با دین داره. بله. چرا؟ به خاطر از اینکه ما میبینیم پیامبر فرستاده شده به خاطر از اینکه ارزش‌های اخلاقی را تکمیل بکنه. بله. خود پیامبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من فرستاده شده ام تا اینکه ارزش‌های اخلاقی را به اکمال برسانم. پس پیامبر فرستاده نشده برای از اینکه ما را نماز یاد بده. بله. پیامبر به خاطر از این فرستاده نشده که تنها با ما بگه روزه بگیرین. پیامبر به خاطر از این فرستاده شده که اخلاق من را به پای اکمال برسانه. و همچنان ایمان ما ارتباطی به اخلاق داره، به طوری که ایمانی بدون اخلاق ارزش نداره. شما در احادیث متعددی به این مطلب برمیخورین که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به یک نحوی اخلاق را ارتباط میت به ایمان. بله. یعنی ایمان با اخلاق ارتباط داره. در حدیث شما میخوانین که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. بله. مسلمانی که ایمانش کامل باشه اخلاقش نیز کامل هست. پس در آغاز حدیث پیامبر خدا ایمان کامل را ذکر میکنه. بله. و در پیوند به او اخلاق کامل را. پس کسی که ایمانش کامل در نتیجه اخلاقش کامل. کسی که ایمانش ضعیف در نتیجه اخلاقش ضعیف. و همچنان اخلاق ارتباط بسیار مستحکمی با عبادات هم داره. بله. از جمله عبادات ما فعلا در ماه مبارک رمضان قرار داریم. بله. که ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان یک از جمله عبادات بزرگی هست و یک از ارکان اسلام هست. پس ما هرگز گفته نمیتونیم که ماه مبارک رمضان یا روزی ماه مبارک رمضان ارتباطی به اخلاق نداره. بله. بلکه در اینجا ارتباط تنگاتنگی وجود داره. چرا؟ ما امی موضوع را اگر بررسی بکنیم باز بالاخره به این مطلب میرسیم که واقعا در میان روزه و در میان اخلاق ارتباط مستحکمی وجود داره. بله. شما ببینین در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من لم يدع قول الزور والعمل والجهل والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. او كما قال پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که از گفتن سخنان باطل و سخنان زشت و نادرست و همچنان از عمل کردن به سخنان زشت و نادرست و همچنان از البته ارتکاب افعال جاهلانه خدا در حقیقت نگهداری نمیکنه، خودداری نمیکنه، پس خدای متعال هیچ نیازی نداره به اینکه این چیزی را نخوره و چیزی را ننوشه. پس از این حدیث ما برداشت میکنیم که روزه تنها معنایش نیست که ما چیزی را نخوریم. بله. چیزی را ننوشیم. چرا خود معنای روزه هم روزه یک واژه فارسی هست. بله. معادل از این در عربی صوم یا صیام به کار برده میشه. صوم خودش به معنای خودداری کردن هست. پس معنای روزه خودداری کردن.
از طرف روز ما خودداری میکنیم. از چی چیزایی باید خودداری بکنیم؟ ظاهرا ما برداشت میکنیم که از خوردن و نوشیدن باید خودداری بکنیم، در حالی که پیامبر میگه نه، اگر شما تنها از خوردن و نوشیدن خودداری بکنین، خدای متعال به همچین چیزی نیاز نداره. بلکه در پهلوی از یه چیزهای دیگه هم باید خودداری بکنین. مثلا از گفتن سخنان زشت و نادرست، از دو دشنام و همچنان از افعال و اعمال جاهلانه. پس در نتیجه همچه یک کاری را ما روزه نامیده میتونیم، در غیر از او روزه ما ناقص و بی‌معنا خواهد بود. بله، و استاد در ارتباط به این بگوین، بعضی از دوستای ما هستن نه تنها در ماه مبارک رمضان، در ماه های دیگر هم کوشش میکنن مو اخلاق خوب را رعایت نکنن، و این هم سبب از این میشه که بتانن اونا را بپذیرن یا نپذیرن، و یا هم سبب باطل شدن مو روزشان میشه. بسیار خوب، شما سوال خوبی کردین. ما در جامعه زندگی میکنیم که فقر فرهنگی، فقر اخلاقی در اینجا کاملا احساس میشه. واقعا ما مشکلات زیادی داریم. از جمله مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اجتماعی ما هست. واقعا ما در اجتماع زندگی مسالمت آمیزی نداریم. پس ببینیم، ماه مبارک رمضان یکی از پیامدهایش و یکی از فوایدش اصلاح اخلاق است، تهذیب و پرورش اخلاق است. ولی با تأسف در ماه مبارک رمضان ما عملا کسایی را میبینیم که اگر اونا پرخاش میکنن یا از خشونت کار میگیرن یا ای که جنگ میکنن، جنجال میکنن، علت جنگ و جنجال و پرخاش خود را روزه را تلقی میکنه. بله. که من روزه‌دار هستم. و در ماه مبارک رمضان نمیشه که حوصله داشته باشی، صبر داشته باشی. پس ببینیم، در حقیقت این یک برداشت غلطی هست. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میگه که کسی که روزه دار هست، پس باید فلا یرفث ولا یجهل، فلا یرفث سخنان زشت را به زبان نبیاره، ولا یجهل همچنان کارهای جاهلانه را انجام نده، کارهایی که خلاف عقل و منطق و شریعت هست. و در ادامه پیامبر خدا میگه که اگر کسی مزاحمت میکنه، مزاحمت ایجاد میکنه به تو روزه دار هستی، با تو دشنام میزنه یا با تو وارد نبرد میشه، با تو میجنگه یا با تو توهین و تحقیر میکنه، رای حل چیست؟ تو ادامه بدی؟ نه، پیامبر خدا میگه فلیقل این نسائمون. کسی که روزه دار هست دیگر برش مزاحمت میکنه، پس این پاسخش باید این باشه که من روزه دارم. و روزه به من اجازه نمیده که من عمل بالمثل و عمل بالمقابل انجام بدم. ببینیم، از نگاه شریعت اسلامی عمل بالمثل مشکلی نداره. ببینیم، کسی که نقصانی را زیانی را بر ما وارد میکنه، میشه ما از او تقاضا بکنیم جبران خساره بکنه. ولی در ماه مبارک رمضان پیامبر خدا میگه که عمل بالمثل هم نکنین، به طوری که اگر کسی با شما میجنگه شما نجنگین، شما بگین ما روزه دار هستیم. پس پیامبر میگه که شما در ماه مبارک رمضان صبر و حوصله و بردباری داشته باشین و بهانه و دلیلتان هم باید چی باشه؟ روزه باشه. ولی ما جنگ میکنیم، بد اخلاقی میکنیم، خشونت پرخاش میکنیم، دلیل ما هم چیست؟ روزه هست. پس ما در حقیقت به یک نحوه بالعکس روان هستیم. و به ادامه همین مطلب در یک حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که بسیاری از روزداران هست، رب صائم لیس من صیام الا الجوع، بسیاری از روزداران هست روزه میگیره، ولی امی روزه باید پیام و نتیجه داشته باشه. بله. پس همچنین روزدارانی نتیجه روزیشون چیه؟ ثمره روزیشون. پیامبر خدا میگه فقط نتیجه روزی اینایی است که گرسنگی را احساس میکنن و گرسنگی را صبر را تحمل میکنن. علاوه از او روزه در رفتارشان، در اخلاقشان، در زندگیشان کدام تأثیری نمیگذاره. پس پیامبر خدا میگه همچنین روزی معنا نداره. چرا؟ هدف از روزه این نبود که تنها گرسنگی را به بار بیاره. هدف از روزه این بود اصلاحات را به بار بیاره. و در ادامه حدیث پیامبر خدا میگه که بسیاری از کساس شب نشینی میکنن. بله. و شب نشینی از این هیچ فایده نداره جز از بیخوابی. فقط این خوابی که بالاخره باعث آسایش و آرامش میشه از دست میده. علاوه از اون شب نشینی به یک کدام فایده نداره. چرا؟ به خاطر از این شب نشینی به منظور اصلاح هست. و این در شب نشینی میکنن، در روز بالاخره هزار نوع مصیبت را، هزار نوع جرم و جرایم را انجام میده. پس پیامبر خدا میگه شب نشینی از کدام تأثیری نداره.
و استاد زمانی که ما در ماه مبارک رمضان اخلاق را رعایت کنیم میتونه با چون یک ماه مکمل هست و میتونه به شکل عادت به ما تبدیل شه، بتونیم این در ماه های دیگر هم به شکل مو عادت یک تبدیل شده دوام بتیم. بسیار خوب، شما مطلب خوبی را اشاره کردین. ببینیم ما زمانی که یک ساعت درس میخوانیم تأثیر یک ساعت درس خواندن امی است که شاید یک مطلب علمی دو مطلب علمی را یاد بگیریم، اما اگر در ظرف 4 سال درس میخوانیم از پنتون فارغ میشیم. اگر 6 سال درس میخوانیم دوره معاصری رو بالاخره به اکمال میرسانیم. پس ماه مبارک رمضان یک کورس تربیتی و اصلاحی است، اما کورسی که طویل المدت هست بر یک ماه ارتباط به اصلاح اخلاق و تهذیب اخلاقمان، البته ماه مبارک رمضان تاثیر میگذاره. و امی مطلبی را که شما گفتین، علما میگن که در ماه مبارک رمضان، در روزه ماه مبارک رمضان حکمت های زیادی وجود داره. از جمله حکمت هایی که در ماه مبارک رمضان در روزش وجود داره اویست که ما از طریق ماه مبارک رمضان صبر را یاد میگیریم، بخشش را یاد میگیریم، بردباری را یاد میگیریم، تحمل را یاد میگیریم و احساس و وجدان و ضمیر ما زنده میشه، به طوری که از اوضاع و احوال فقرا و بیچارگان با خبر میشیم. و همچنان در ماه مبارک رمضان ما از تن پروری و همچنان از خودخواهی میگذریم. چرا؟ ما در حالی که امکانات زیادی داریم برای خوردن، برای آشامیدن، ولی عملا از همو امکانات استفاده نمیکنیم. به این معنی است که ما تن پروری زیاد نمیکنیم. میخوایم وجدان و ضمیر ما زنده شوه. و از این خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیثی میگه که این گروهی از جوانان، شما هر یک از شما اگر توانایی از این را داشت که فامیل و خانواده را تشکیل بده، پس باید فامیل و خانواده را تشکیل بده. و اگر توانایی همچین کاری را نداشت، پس راه حل چی است؟ پس باید روزه بگیره. چرا؟ فانه له وجاءن. روزه چیزی هست که شهوت ازیرا و همچنان حملات شهوانی که بالاخره در وجود ازی هست میشکنه و برهم میزنه، و در نتیجه ازی، در نتیجه روزه گرفتن در میان، در قوی شهوت ما اعتدال به میان میه، به طوری که ما بالاخره مرتکبی از این نمیشیم که شهوتمون بالاخره ما را وادار به این بکنه که کار زشت را انجام بدیم. بله استاد، و ما در طول سال فقط یک مره نمیخوریم نمینوشیم، قسمی که شما گفتین، و مو باید موضوعات مختلف که هست رعایت شه، ولی بعضی ها هستن که با وجودی که یک مره نمیخورن نمینوشن، در دیگه ماها هم می تاثیراتش میبشه. زمانی که برخورد بکنی با ایشان به نحوه نشان میتن که گویا ما روزه هستیم و حوصله و صبر نداریم به اینکه صحبت کنیم و مو اخلاقی که باید رعایت شه و رعایت بکنیم. بسیار خوب، بسیاری از افرادی را داریم که در جامعه، چی در ماه مبارک رمضان و چی در غیر ماه مبارک رمضان، اونا صبری ندارن، تحملی ندارن، اخلاق خوبی ندارن، برخورد خوبی ندارن. ما گفته می دانیم که همچون یک افرادی در اثر عوامل مختلفی بالاخره دوچاری همچون یک مشکل شده. از این عوامل ما میتونیم بالاخره اشاره بکنیم به جهالت و نادانی در جامعه، علم و البته معلومات حاکمیت بیشتر نداره، و موضوعات دیگر بالاخره عوامل دیگر اشاره کرده میتونیم، از قبیل مشکلات اجتماعی. ما در یک جامعه و در یک محیط زندگی میکنیم که در اینجا مشکلات زیادی داریم. از جمله مشکلات بزرگی که ما داریم البته عدم درست بودن روابط و برخوردها هست. پس وقتی که با ما تعامل درست صورت نمیگیره، با شما تعامل درست صورت نمیگیره، به یک نحو شما هم بالاخره خدا نخواسته تعاملی رو اختیار میکنید که تعامل نیکو نباشه، به یک نحو شما هم بالاخره یک حسدی پیدا میکنین و حس انتقام جویی پیدا میکنین، چرا دیگر با ما تعامل خوب نمیکنه، ما تعامل خوب بکنیم. پس میبینیم که روزانه مشکلات بیشتر شده میره. پس ما هدفم این است که اگر ما امی عواملی که ارتباط میگیره با بد اخلاقی واقعا بتانیم محو نابود بسازیم، پس بد اخلاقی خود در جامعه به خودی خود از بین میره. نیازی به کدام مشکلی و نیازی به کدام البته موضوعات دیگه نداره. بله، و اگر ما به فضیلت هایی که در این ماه هست پی ببریم، آگاهی پیدا بکنیم و از طریق مطالعه و از طریق تلاوتی که میکنیم به قرآن کریم، واقعا آرزوی ازی را میکنیم که همه ماها باید روزه باشند. بسیار خوب، بسیاری از کسا هست همچه یک
نیتی دارن، همچنین بله. اراده دارن. کاش که ماه مبارک رمضان دو ماه می بود، بله. سه ماه می بود، چهار ماه می بود، ولی هستن کسایی که میگن یک ماه خیلی بیشتر هست، کاش که پنج روز می بود، کاش که ده روز می بود. شاید اونا از جمله کسایی باشن که تنها از روزه برداشتشان ای باشه که چیزی نخورن و چیزی را ننوشن و پیامدهای دیگه که روزه داره، درس هایی که روزه داره، پیام هایی که روزه داره، او را شاید توجه نکرده باشن. بله، و در پایان میخوایم بگوینی که به خاطر از اینکه بتانیم یک روزه کامل داشته باشیم و دعای ما به درگاه خدا قبول شه و بتانیم یک امت خوب با پیغمبر ما باشیم، باید کدام راه را پیش بگیریم؟ بسیار خوب، شما سوال خوبی کردین. ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماهی که ماه رحمت است، ماه بخشش است، ماه عفو است، ماه سخاوت است. در یک حدیثی میگه پیامبر خدا همیشه وقت سخاوت را دوست داشت، سخی بود، ولی در ماه مبارک رمضان سخاوتش بیش از حد زیاد میشد. پس در این ماه مبارک رمضان ما خوب است که امی در آغاز روزه را به شکل درست و منظمش بگیریم، اصول و شرایط در نظر بگیریم و همچنان در این ماه مبارک رمضان که ماه پذیرش دعا هست، دعاهایی باید داشته باشیم تا اینکه صلح و آرامش و امنیت در جامعه ما حاکمیت پیدا بکنه. زمانی که صلح و آرامش در جامعه ما حاکمیت پیدا بکنه، ما میتونیم به هر مقصود و به هر مطلوبی که داشته باشیم برسیم و همچنان کوشش بکنیم چی در ماه مبارک رمضان و چی در غیر ماه مبارک رمضان نفع ما و خیر ما به مردم برسه، هرگز ضرر ما و شر ما، مصیبت ما به مردم نرسه. چرا ما امتی هستیم که خدای متعال میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما امتی هستین که به خاطر مردم پدیدار شده این بره. پس ما به خاطر از این آفریده شدیم که به مردم خدمت بکنیم، نفع ما به مردم برسه، شر و ضرر ما به مردم نرسه. تشکر استاد از این که در برنامه تشریف آوردید. خیر باشین. واقعا موضوعات خیلی خوب را اشاره کردین و امیدوار هستیم شما بیننده بوده باشین. وقفه کوتاه در ادامه بامشاد همراهی شما را خواهان هستیم. Thank you.